دنيا. يا الله خش يا مخوغي صحرا كما كما يا الله دمار بك بيوه وعملياتي خايفك يا الله يا الله دود كوبراجم. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بإذن إخوائي أي دمار كجيلاي بكيوا لا هرزيه شيء بإذن إخوائي بإذن ما يعلمي نيا كبابي لهذا الكنازوا أم بإذن ما إخوائي ما از آفریقا گرفتیم یا آفریقا از ما گرفتیم؟ در حال گفتم این برای من مبهمه که ما از آفریقا گرفتیم بقیه از آفریقا گرفتن یا آفریقایی ها از ما گرفتن. نمونه مرجع رو با هم میبینیم در آفریقا. اصلش مشابه هست منتها در اینجا همونطور که میبینید یک پودری استفاده میکنه. در اینجا یک ناظر هم هست، نمیدونم متوجه نشونم از طرف چه سازمان نهادی هست، شاید از طرف سازمان جهانی بهداشت هست، نمیدونم از کجا هست که با دقت داره دنبال میکنه که این حاجی مرمره یا هر چیزی که گفته میشه درست تلفظ میشه. لب و لوچه این بنده خدا اون زیر ضربه که میخوره به چه شکلی در میاد، داره به دقت نظر. تخصص داره، تخصص داره، از این تخصص هایی که ما هم در ایران داریم، ولایت مدارانه، اینها اینا مهم هست. به هر حال این آدمی هم که دیدیم در اونجا ناظر و میبینید، این از کجا اومده دیگه به هر حال باید تشخیص داد و در این تحقیقاتی که میکنن حتما روشن خواهد شد. در تاریخ معاصر اسلام، تاریخ قدیم اسلام، شیعه، هر جا که برید، الان ما اختراع کردیم. ولی یکی از کشفیاتی که شدن که ما تا به حال نمیدونستیم، در واقعه کربلا شمر یه جایی دلخور شده بود، اینو ما نمیدونستیم. میشنویم از یک مدام. شمر رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا دلخوره؟ چرا؟ چرا؟ شلوغ قتلگاه. شمر رو سینه نشسته اما خیلی دلخوره. چرا؟ میگه چرا؟ میگه چرا؟ هرچی که میکشم نمیبره. چرا به طرف منبر میره بالا؟ برای اینکه دیده بشه؟ نمیدونم، قاعدتا باید قش کنه بیاد پایین دیگه. نابغه اهل ولایت با هم میشنه. ابو هاشم جعفری کوفی میگه که من خدمت امام هادی بودم. میگه من مدتی که خدمت حضرت هادی بودم همینطور آدم میومد میرم، با هر کدوم به یه زبونی حرف میزد، ما نمیفهم. بعد میگفتیم ما چی میگن اینا، مثلا مترجم میتوش گفت آقا به زبون مادری ما هست. یه روز من گفتم آقا چطور این کار میکنی؟ یه از لبخند میزد. بعد چند وقت گذشت، یه روز من گفتش که برو از اون دل پشت سنگ بود، گفت یکیش رو بشور برده بیار. یه من با آب شستم بارم، گفت حسن گذشت دهان مبارکش در ورد، گذشت دهان من. میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبون رو فهمیدم بلدم. تا زنده بودم 70 تا زبون رو، موقعی داره نقل میکنه دیگه، میگه تا الان که مثلا زندم تا الان 70 تا رو فهمیدم دی، پیش نیومده ببینم بیشترش هم بلدم یا نه. یه به هر کی میرسه میفهمم چی میگه. این طوره، به این شکل. خب این حجت خداست. لابد در کوفه مدینه جای نجف یکی از شهرهای اون زمان مثلا حدود 1000 سال پیش 70 تا زبون صحبت میکرد، از زبون مرغی بگیرید تا لابد زبون چینی و بقیه و زرگری و اینها. بشماریدم فعلا دو سه تاشو من اشاره کردم. یک مرتبه دو تا پسر
از در مسجد وارد شدم، گفتن مادر مادر مولف تا خبر به او رسید خوشی علی افتاد زبان تازه‌ای هم اختراع شده که من متوجه نیستم، نشدم، شاید شما متوجه بشید. خود این شخص روحانی که بالای منبر صحبت میکنه چه میگه چه نمیگه چندان مهم نیست، اون پامنبری ها برای چی گریه میکنن، به چه گریه میکنن مهمتر هست. خب این دوتا بعد پسر وارد مسجد شدن چه گفتن من نشدم متوجه نشدم، امیدوارم شما متوجه شده باشید. به همین دلیلی که به اینا میگن علما، نه مثلا فرض کنیم به انشتن اینا عالم نیستن، عالم نیستن که ای مصایب ام سی دو که همه میتونن بنویسن، من هم که فیزیک شیمی خوب نیست اینم بلدم. گفتن یکی از عمه 70 زبان صحبت میکرد، خب ایشون هم زبانهای مختلف، یکی از زبانهایی که ایشون صحبت میکنه همینه که نمیشنویم نمیفهمیم چه هست، برای اینکه به هر حال باید اقداماتی انجام بشه تا پامنبریان بفهمن این ریگی هرچی از زیر زبونشون در دهان اون پامنبریان بذارن که اونا هم حالی بشه. فعلا به همین قناعت کنیم. شروع شده تقلید آواز هندی بر منبرها. اشکی تمنن سویماز سمنن دویماز، یار یار زاری ابدن گوماز گملی گویماز. برو باز در جهن مولا باب رجادی، در جهن مولا باب رجادی، gözlerin cennetten basafadi derken mola babere cadi gözlerin cennetten basafadi aşardar kulak as derken mola babere cadi gözlerin cennetten basafadi قوممانی قوممانی عاشق زارم هجرون ده دل دارم بیگرارم، هجرون ده دل دارم بیگرارم. حالا یا مهدی جان. بله ترانه فیلم شعله بود. زمان اون رسیده کسانی مانند خانم ابتکار که از ولایت مداران هستن بیان دو صدایی، چون صدای زن باید با مرد باشه، دو صدایی بخونن به جای آشاباگزلی و اینا، مردم رو از این دوری و دلتنگی برای فیلم های هندی هم در بیارن. دیگه کار تموم. غذای دریایی فیلم هندی دیگه چه میخوایم؟ هیچ. از کاشفان باهوش سوراخ دعا در جمهوری اسلامی درباره چینی ها چه گفته است میشنویم. اما دوست دارم ببینم کدوم تاجر جرأت میکنه به این استان ها بره. سریع توسط پلیس امنیتی چین دستگیر میشه، دیپورتش میکنن، میفرستن کشور خودش. شما یه جاهای خاص میخواین. من چین رو کره شمالی با سقف بلند دیدم، چین رو زندانی دیدم که مردم نمیتونستن میله ها رو ببینن و فکر میکردن آزادن. خب یعنی واقعا یک مدل عجیب غریب از مدیریت انسان ها رو من دیدم که من معتقدم این مدل قراره برای بقیه مردم دنیا اجرا بشه. این قبل از کشف کامل حوالی سوراخ داست که چین این بوده چی نبوده، ظاهران به چین هم رفته و بعد از کشف کامل سوراخ دا رفتم نشستم دونه دونه تحقیق 10 روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتم راجع به جلوگیری فساد.
قوانینی دارن به خدا قوانین امیرالمومنینه. یعنی من میزد تو سرم، گفت آشین تو میخواستون که همین چه ته آقا چرا میزنی تو کلت؟ آقای امیرالمومنین 1400 سال پیش یار فرموده. چینی ها اصلا پیروه امام اول شیعیان هستن. ما کم کم طریقت چینیه رو هم داریم راه میندازیم، برای اینکه خیلی تو دل شما رو هم خالی کنیم اسمش میگیم طریقه سینیه با سار، چون سین می نویسن. چونان خود کفا شده این که کف بر لب آوردن ملت. با هم می بینیم دفع شیاطین. سوال کردن این که انسان پوشش نداشته باشه، مثلا لخت باشه، شیاطین طمع میکنن، بیماری تولید میشه. حالا اگر چنین چیزی بشه، یکی دو تا سوال بودی که اینکه راه درمانش چیه؟ حالا اگر این اتفاق افتاد، برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه دو تا یا سه تا یا چهار تا کفتر، کبوتر نگه دارن. در روایت داره که اینا وقتی بال میزنند اونها فرار میکنند. حالا چرا مؤمنین یا مؤمنات لخت میشن، شیاطین طمع میکنن، طمع درشی بعد بیماری تولید میشه؟ من یه سوال ساده، یه همچی آدمی واقعا انرژی هسته‌ای حق مسلم برای چه میخواد؟ این هیچی، بعدی رو میگه. بله من خودم به هر حال سه بار که مبتلا به کرونا شدم، واقعا داروی امام کاظم و داروی سعال، من در بار دوم اونقدر سرفه هام شدید بود، مسلسل بار سرفه هام قد نمی شد و هرچه دارو، انواع اقسام داروها که مصرف کردم، حتی داروهای سنتی طب سنتی جواب نداد و داروی سعال جواب داد، داروی جامع امام رضا و رازیانه جواب داد. سه شب مصرف کردیم و در واقع کاملا قد شد. و جالبه شما بگم، هر کدوم از دوستانی که مثلا مشکل ریوی داره، شیمیایی یا مثلا حالا به علل عواملی مشکل ریه داره، من همین داره سوال رو توصیه کردم و تقریبا تمام موارد جواب داده. خب این حجت الاسلام اولا چه سه بار مبتلا شده راه نیست، ولی ما چه احتیاج داریم به نیروی هسته‌ای در استفاده از به اصطلاح موارد پزشکی، برای استفاده در موارد پزشکی و موارد دیگه، از کسان طالب انرژی هستی، صاحبان حق مسلم برای انرژی هستی، یکی از این متفکرین رو. مختصر پاکی اهل بیت، ما اهل بیت وجودشون همه برکت میدیم، اما خود روایات شیعه، ما حتی در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و داریم که ازم وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای مثلا قضا حاجت توی عطش پخش میشد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد، میبلید کسی چیزی ندید. ادامه پیدا کنیم، بلبشویی که هست به اسم جمهوری اسلامی اینم بالاخره یه دومگاهی به دستش خواهد رسید. حالا اینکه آیه سریع هست و روشن که از زبان پیامبر اسلام که انا بشران مثلکم، منم انسانی هستم مانند شما، اون دیگه نو امانو با اون کار نداره. ولی اهل بیت مطبوع نداشتن و بوی عطر و اینها در حال، این رو مواظب باشیم. این باقی مانده اهل بیت به هر حال میگن جز سادات هستن، از خاندان اهل بیت هستن، همین علی خامنه ای اینها، اون کمپانی های عدساز و اینها، شنل و بقیه و اینها در حال نیان و ندوزدن اینها رو. ولی انرژی هستی دیگه برای چی میخواد؟ شما که صاحب چون مطبوعی هستین، تن تقل تم بوتر به هر حال یک مقداری. و یکی دیگه از صاحبان حق مسلم انرژی هستی با هم میبینیم در روایتی تازه که تا به حال نشنیده بودیم. تا به حال صحبت بیابی بود در صحرای کربلا در کنار دجله و فرات و همین. اصل اگر بفهمه صاحبش راکبش تشنست خواب نمی کنه. آقا وقتی وارد شریعه شد تا زانوی از تو آب رفته از تشنه است ولی آب نمیخوره. حضرت دست رو بردن زیر آب،
یک کفی از آب برداشتن که از تصور کنه آقا آب خورد تا او هم آب بخوره. بودن دیو و دد همه سیرار و میمکی خواهم به قهد آب. حالا امام سوم شیعن چرا آب نمیخوره؟ آب میخوردن تمام این روزخونه ها باطل میشد. یه جور کارآفرینیست به قول معروف. میگفتن یزید به هر حال باعث نونخوری ملایان شیعه شده تا این همه سالها. این نوعی کارآفرینیست به هر حال. ولی خب چرا آب نخوردن؟ به روایت ایشون. تو این فیلم های وسترن و اینا میبینین جان وین میرسه به یه چشمه جایی در یه بیابونی بعد از تشنگی بسیار اصلا کاری به جان وین هم نداره. سرشو این داده پایین شروع میکنه قلوب قلوب آب خوردن. اینا فیلمه باور نکنید، برای ضربه زدن به ماست ساختن. از همون موقع میدونستن آمریکایی ها این فیلم ها رو ساختن. حالا دیگه اگه صاحبش گشنه باشه که اعتصاب غذا میکنه از بیا و ببین، حتی غذا هم بخوره صاحبش باید ادامه میده تا مطمئن بشه صاحبش سیر شده. همینطوری در لحظه علم و دانش و اینها صادر میکنیم. میبینید نشستون بالا تازه گریه هم در کار هست و سوز و گدازی هم هست، اهمی هم هست و اینا هم هست. اگر دختر و پسر از شیر یک گوسفند یا یک گاو، بعضی هم اضافه کردن برای یک الاغ مثلا شیر اس بخورن، برای یک دیگر چه میشن؟ حرام میشن و ازدواجشون حرام شده و برادر و خواهر شیری میشون. این اگر دو نفر باشن یک دیگر چه میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چه میشن؟ بحث استفتا کردن دیگه. آقا اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش رو نه سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟ سوال فقهی شده. اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوال نسبت ها رو کاملا از نظر علمی روشن میکنه. قابل توجه ولایت مداران و اهل حوزه که دقت کنن، این سوالات فقهی هست، اینا رو باید بدونن. فقط این نیستش که برن در ترکیه 220 یورو بگیرن روزانه شبانه. حالا این 220 یورو که معلوم هست چه کارهایی میاد یا به چه کارهایی مصرف میکنن، اونا دیگه مسائل موضوعات دیگری هست. اینا رو هم باید بدون. نسبت‌های با الاغ و چهارپایان چه هست و اگر شیر خوردن نخوردن، شیری دادن شیری گرفتن، هر چی که بود، این رو هم بگیم. همین سوال رو باز مطرح کنیم. یه همچی آدمی واقعا حق مسلمش انرژی هستی است. 40 نفر بدون صندلی سوار کردن همونجور که مشاهده میکنید. لطفا این ویدیو رو پخش کنید، تمام این عزیزانی که وایستادن بدون صندلی هستن. رعایت پروتکل ها هیچ صندلی، اما بلیت 760 هزار تومان پرداخت کردیم، 800 تومن. همینجور که میبینید صندلی ها همه فوله. ما انتظار داشتیم فاصله رعایت بشه، فاصله که رعایت نشده، هیچ کس هم جوابگو نیست. همینجور هم که میبینید هواپیما میخواد حرکت کنه و 40 نفر همجون وسط میخوان سر پا وایستن. اینو نمیدونم کی باید جوابگو باشه. لطف کنید این ویدیو رو همه منتشر کنید. 21400 پرواز قشم ایر. بله بودیست آمده در مسجد دوان دوان. اگر دنبالش نکنیم بوز نازنین رو، این بوز نازنین رو گوشه نیسته. دیگه چه میخوایم؟ هیچ. سپاس بسیار از شما عزیزان که با ما همراه بودید.